سلام، من الهام هستم از دانشگاه مجازی وین. در خدمت شما هم با پروژه فن و هنر عکاسی. در طول این پروژه میخوام شما عزیزان رو با اصول اولیه عکاسی آشنا کنم. این مجموع برنامه در 3 بخش ارائه میشود. بخش اول را با نگاه مختصری به تاریخ عکاسی شروع میکنیم. در بخش دوم اصول اولیه عکاسی را با هم مرور میکنیم و بخش سوم رو به عکاسی هنری اختصاص خواهیم داد. روش هایی را که عکاسان هنرمند و کارهایشان اعمال می کنند را مطرح خواهیم کرد. البته در بخش سوم به مباحث اساسی و اصول نظری سواد بصری هم می پردازیم. در این قسمت با هم تاریخ عکاسی را مرور می کنیم. لطفاً تا انتهای برنامه ما را همراهی کنید. متشکرم. در سال 1802 وجود انگلیسی بر روی سطح‌های حساس شده با نیترات نقره نقش‌های شفافی به دست آورد. این سال در تاریخ عکاسی اهمیت زیادی دارد، اما در حقیقت شناسایی این اعمال جدا از هم به معنای کامل کلمه اختراع عکاسی را تشکیل نمی‌دادند. بالاخره بین سالهای 1822 و 1826 مخترع فرانسوی به نام نیسفور مینت برای اولین بار توانست تصویر پدید آمده در جعبه تاریخ را ضبط و ثبت کند و تا حدی به آن ثبات بخشد. وی دانشمند بزرگی بود، اما برای عملی ساختن و توسعه بخشیدن به اختراع خود به همکار ثروتمندی نیاز داشت، تا اینکه در سال 1829 با یک فرانسوی دیگر که نقاشی مرفع بود و ضمناً تجربه‌های با ارزشی در زمینه عدسی‌ها و جعبه تاریخ داشت شریک شد و هر دو در راه کشف سطح تصویر روی صفحه‌های مسی نقره اندود یا لوحه سیمین قدم برداشتند. آن روزها اختراع جدید هنوز اسمی نداشت. بعد از مرگ مینت در 1833 شریکش این شیوه را دایره اوتیپی و تصاویر آن را دایره اوتیپ نامید، زیرا خودش لوی داگر بود. سالها بعد واژه فوتوگرافی مرکب از دو کلمه یونانی فوتو به معنای نور و گرافوس به معنای نوشتن جای نام قبلی را گرفت. در سال 1835 شیمیدان انگلیسی تالبوت توانست روی کاغذهای شفاف نگاتیوهای بهتری به دست آورد. بالاخره در سال 1874 یک شرکت انگلیسی اولین شیشه های خشک عکاسی را به بازار عرضه کرد و عکاسی جنبه عملی به خود گرفت. اما حمل و نقل مقدار زیادی شیشه از لحاظ سنگینی و شکنندگی هنوز دایره عمل را محدود می‌کرد، تا اینکه چندی بعد دیم جای شیشه را گرفت و عکاسی آماتوری رواج قابل ملاحظه یافت.
آفرینش هنری. در برخورد با هر اثر، هرگاه مخاطب اعلام می‌دارد که آیا این اثر هنری هست یا نه، بلافاصله این سوال به ذهن می‌رسد که آیا این مخاطب تعریف درستی از اثر هنری دارد یا نه، و به راستی او چه چیزی را اثر هنری می‌داند. مخاطبین معمولاً در برابر برخی از آثار که در موزه‌ها و نمایشگاه‌ها تحت عنوان آثار هنری به معرض تماشا گذاشته می شوند، با تردید و حتی پیش‌داوری اعلام می کنند که اینها اثر هنری نیستند و اگر به این گونه اماکن راه پیدا کردند، تنها به دلیل کیفیت و ارزش و اعتبار هنری نبودند. در اینجا اغلب مخاطبین خود را قانع می کنند که بدون هیچ شکی ملاک‌های سنجش آنان با معیارهایی که ما می دانیم متفاوت است. اگر بیننده یا مخاطب اثر هنری به این معیارها نیز مسلط و مسلح نباشد، اما با مراجعه به براهین عقلی و استدلال‌های منطقی به این نتیجه می‌رسد که به هر حال در زمینه هنر ارزش‌های ثابت و همیشگی وجود دارد و بدون شک ارزش واقعی هر اثر هنری چیزی پایدار و مستقل از تأثیرات زمان و شرایط محیطی. ولی از روند تحولات هنری چنین برمی آید که عقاید درباره آثار هنری پیوسته در حال تغییر است و ملاک سنجش، پذیرش یا نفی آثار هنری چیزی جز یک تکرار همیشگی که در طی آن